درود بچه ها، امروز اومدم در رابطه با گام های موسیقی براتون توضیح بدم، بگم که چه گام هایی در موسیقی داریم و فرمول ساخت دو تا از مهمترین گام های موسیقی که قطعا خیلیاتون اسمشون رو شنیدین، گام های ماژور و مینور. فرمول ساخت گام های ماژور و مینور رو هم بهتون یاد بدم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. خب من اول یه توضیح واسه اون دسته از دوستانی که با ما آشنایت ندارن بدم و بگم که ما آموزش ورک به صورت آنلاین و با فیلم های آموزشی داریم و شما میتونید وارد این پیجی که روی صفحه مشاهده میکنید، وارد این پیج توی اینستاگرام بشین که آیدیش آموزش ورک هستش، AMOOZESHORG. میتونید وارد این پیج بشین، نمونه های نوازندگی خودم، نمونه تدریس خودم و نمونه نوازندگی هنرجوهایی که با فیلم های آموزشی من یاد گرفتن رو مشاهده کنین، فیلم های آموزشیتون رو سفارش بدین و دریافت کنین. و سابسکرایب کردن کانال ما یادتون نره، هر چقدر تعداد سابسکرایب های کانال ما بالاتر بره، فیلم های آموزشی بیشتری اینجا قرار میدم. خیلیاتون میپرسین که آقا اصلا سابسکرایب کردن چجوریه، سابسکرایب چی هست؟ ما تا حالا با یوتیوب کار نکردیم و نمیدونیم که اصلا سابسکرایب چی هست. ببینید بچه ها، زیر همین ویدیو رو که نگاه کنین، اگر منوی موبایلتون فارسی باشه یه دکمه هست به نام مشترک شدن، اگر منوی موبایلتون انگلیسی باشه یه دکمه هست به نام سابسکرایب. شما برای سابسکرایب کردن کانال ما فقط کافیه که این دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید. همین، کنار این دکمه سابسکرایب هم یه دکمه زنگوله‌ای هست که اگر اون دکمه زنگوله رو هم بزنید، به محض اینکه من ویدیو جدیدی اینجا آپلود کنم تو قسمت اعلانای موبایلتون میاد و میتونید بیاید و ویدیو رو مشاهده کنید. اگر سوالی هم دارین، هر گونه سوالی هم دارین، تو بخش کامنت های این ویدیو بپرسین، حتما پاسخ میدم. خب ببینید بچه ها، ما قبل از اینکه اصلا بخوایم وارد بحث گام ها بشیم، باید اول یه آشناییت کوچیکی با فواصل داشته باشیم. البته فواصل رو بخوام کامل توضیح بدم، فواصل متصل و منفصل و اینا رو بخوام کامل توضیح بدم، اینا خودشون کلی طول میکشه و اگر حالا علاقه داشتین و حمایت خوب بود، بعدا یه ویدیو در رابطه با فواصل ضبط میکنم و اینجا قرار میدم. ولی خب فعلا الان یه آشناییت کوچیکی هم داشته باشیم برامون کافیه. ساده ترین توضیح برای فواصل اینه که شما وقتی به کلاویه ها نگاه میکنید، از هر کلاویه تا کلاویه بعدی فرقی نداره اون کلاویه مشکی باشه، سفید باشه، کدوم کلاویه باشه، از هر کلاویه تا کلاویه بعدی نیم پرده فاصله است. مثلا الان از اینجا تا اینجا نیم پرده فاصله است، از اینجا تا اینجا نیم پرده فاصله است، از اینجا تا اینجا نیم پرده فاصله است، یا مثلا از اینجا شروع میکنیم، از اینجا تا اینجا نیم پرده فاصله است، از اینجا تا اینجا نیم پرده فاصله است، از اینجا تا اینجا نیم پرده فاصله است، از هر کلاویه تا کلاویه بعدی نیم پرده فاصله است، فرقی نمیکنه اون کلاویه کدوم کلاویه باشه. مسئله بعدی که در رابطه با فواصل وجود داره اینه که ما بتونیم فواصل رو حساب کنیم. مثلا فاصله بین نوت دو تا نوت می چند پرده است. خب ما همون جور که گفتیم، از هر کلاویه تا کلاویه بعدی نیم پرده فاصله است. خب ما اینجا نوت دو رو در نظر میگیریم، میگیم دو تا دو دیز نیم پرده، دو دیز تاره نیم پرده، دو تا نیم پرده میشه یک پرده، ره تا ره دیز یک و نیم پرده و ره دیز تا می دو پرده، پس فاصله بین نوت دو تا نوت می دو پرده است. یه مثال دیگه هم بزنم، مثلا فاصله بین نوت سول تا نوت دو چند پرده است. خب ما سول رو در نظر میگیریم، میگیم سول تا سول دیز نیم پرده، سول دیز تا لا نیم پرده، دو تا نیم پرده یک پرده، لا تا لا دیز یک و نیم پرده، لا دیز تا سی دو پرده و سی تا دو هم دو نیم پرده، پس فاصله بین نوت سول تا نوت دو دو نیم پرده است. یه مثال هم از کلاویه های مشکی بزنیم که قاطی نکنید، مثلا از دو دیز تا فا چند پرده فاصله است. خب ما دو دیز رو در نظر میگیریم، میگیم دو دیز تا ره نیم پرده، ره تا ره دیز یک پرده، ره دیز تا می یک و نیم پرده و می تا فا هم دو پرده، پس فاصله بین نوت
دو دیز تا فا دو پرده است. یه مثال دیگه، مثلا نوت می تا نوت سی چند پرده فاصله است؟ خیلی راحت میگی می تا فا نیم پرده، فا تا فا دیز یک پرده، فا دیز تا سول یک و نیم پرده، سول تا سول دیز دو پرده، سول دیز تا لا دو نیم پرده، لا تا لا دیز سه پرده و لا دیز تا سی سه و نیم پرده. پس فاصله نوت می تا نوت سی سه و نیم پرده است. یه مثال دیگه هم بزنم، حالا البته مطمئنم تا الان متوجه شدیم، ولی خب یه مثال دیگه هم میزنیم. مثلا فاصله بین نوت دو تا می بمول، میگیم دو تا دو دیز نیم پرده، دو دیز تاره نیم پرده، دو تا نیم پرده میشه یک پرده، ره هم تا می بمول یا ره دیز یک و نیم پرده. پس فاصله بین نوت دو تا می بمول یا ری دیز، این هم می بمول هم ری دیز دیگه، یک و نیم پرده است. به همین سادگی ما میتونیم فواصل رو حساب کنیم. و اما میرسیم به بحث گام ها. ببینید بچه ها، ما دو نوع گام داریم، گام های کروماتیک که فاصله بین نوتاشون نیم پرده است و از 12 تا نوت تشکیل میشن که ما کاری باشون اصلا نداریم، و گام های دیاتونیک که فاصله بین نوتشون یک پرده و نیم پرده هست و از 8 تا نوت تشکیل میشن. این گام های دیاتونیک به دو دسته تقسیم میشن، گام های ماژور و مینور که خیلی گام های مهمی هستن و 90% آهنگایی که ما امروز میشنویم، آهنگای پاپی که امروز میشنویم، 90 تا 95% آهنگا توی گام‌های ماژور و مینور خونده شدن. البته بعضیا فکر می‌کنن تنها گام‌هایی که تو موسیقی وجود داره گام‌های ماژور و مینوره که تصور اشتباهیه، چون ما گام‌های خیلی زیادی توی موسیقی داریم، موت‌های کلیسایی و اینا هستن، ولی خب این گام‌های ماژور و مینور گام‌های خیلی مهمی هستن مخصوصاً در موسیقی ما. این گام های ماژور و مینور هر کدومشون یه فرمولی دارن که بر اساس همون پرده و نیم پرده ای هستش که بهتون گفتم نحوه حساب کردنش و اینا چجوریه، و اول باید فرمول هر گام رو حفظ کنیم، بعد فرمولش رو روی کلاویه حساب کنیم. خب من اول فرمول ساخت گام ماژور رو میگم، بعد میریم سراغ گام مینور. خب بچه ها، من اولین فرمول ساخت گام ماژور رو که میگم حتما حفظش کنید، خیلی مهمه. هر جور که راحتین، حالا میتونید بنویسینش یا هر طوری که راحتین، حتما این فرمول رو حفظ کنید. فرمول رو میگم: یک پرده یک پرده نیم پرده، یک پرده یک پرده یک پرده نیم پرده. پس یه بار دیگه میگم: یک پرده یک پرده نیم پرده، یک پرده یک پرده یک پرده نیم پرده. این یه روشه برای حفظ کردن فرمول. روش دوممون اینه که بگیم دو تا یک پرده یک نیم پرده، سه تا یک پرده یک نیم پرده. پس چی شد؟ دو تا یک پرده یک نیم پرده، سه تا یک پرده یک نیم پرده. روش سوم یکم بر شما پیچیده است. یه روش سومی هم هست که بگیم دو نیم پرده و سه و نیم پرده، یکم شما رو گیج میکنه این. پس دو نیم پرده و سه و نیم پرده. ولی پیشنهاد من اینه که روش دوم رو حفظ کنید، یعنی بگین دو تا یک پرده یک نیم پرده، سه تا یک پرده و یک نیم پرده. پس چی شد؟ دو تا یک پرده یک نیم پرده، سه تا یک پرده و یک نیم پرده. خب من الان میخوام فرمول ساخت گام ماژور رو روی سازم حساب کنم. مثلا اول میخوام گام دو ماژور رو بسازم. خب چون گفتم دو ماژور، مسلما اولین نوتی که در نظر میگیرم نوت دو هستش. فرمولمون چی بود؟ دو تا یک پرده و یک نیم پرده. اول دو تا یک پرده و یک نیم پرده. خب دو تا یک پرده از نوت دو میرم جلو، اول یک پرده میرم جلو میرسم به ر، بعد یک پرده دیگه میرم جلو میرسم به می.
حالا از می بعد از اینکه دو تا یک پرده رفتیم جلو، باید نیم پرده دیگه بریم جلو. یه نیم پرده میرم جلو، میرسم به فا. پس تا اینجا نوتامون شد دو ره می فا. بعد از نوت فا باید سه تا یک پرده برم جلو. اول یک پرده میرم، میرسم به سول، یک پرده دیگه میرسم به لا، یک پرده دیگه هم میرم، میرسم به سی، و در آخرم باید یه نیم پرده برم جلو، میرسم به دو. پس نوتای گام دو ماژور شد دو ره می فا سول لا سی دو. خب یه مثال دیگه براتون میزنم. مثلا از نوت ره میخوام گام ره ماژور رو بسازم. خب اول دو تا یک پرده باید از نوت ره برم جلو. اول یک پرده میرم، میرسم به می، یک پرده دیگه میرم جلو، میرسم به فا دیز، بعد یه نیم پرده میرم جلو، میرسم به سول. حالا باید از سول سه تا یک پرده برم جلو. اول یک پرده میرم، میرسم به لا، یک پرده دیگه، میرسم به سی، یک پرده دیگه میرم جلو، میرسم به دو دیز، و در آخر یه نیم پرده میرم جلو، میرسم به ره. پس نوتای گام ره ماژور شد ره می فا دیز سول لا سی دو دیز ره. خب یه مثال دیگه هم بزنیم که کاملا تو ذهنتون جا بیفته. این دفعه میخوایم مثلا گام سول ماژور رو بسازیم. سول رو در نظر میگیرم، دوتا یک پرده میرم جلو، میرسم به لا سی، بعد یه نیم پرده، میرسم به دو، بعد از دو باید سه تا یک پرده برم جلو. اول یک پرده میرم، میرسم به ره، یک پرده دیگه، میرسم به می، یک پرده دیگه، میرسم به فا دیز، و این نیم پرده میرم، میرسم به سول. پس نوتای گام سول ماژور میشه سول لا سی دو ره می فا دیز سول. به همین آسونی میتونید گام های ماژور رو روی سازتون پیدا کنید. و اما میرسیم به گام های مینور. من اول فرمول ساخت گام مینور رو میگم، حتما حفظش کنید. یک پرده، نیم پرده، دو تا یک پرده، یک نیم پرده و دو تا یک پرده. پس یک پرده، نیم پرده، دو تا یک پرده، یک نیم پرده و دو تا یک پرده. اینطوری میتونید حفظ کنید. اینطوری که الان میگم هم میتونید حفظ کنید. بگین یک پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پرده. یه بار دیگه میگم، یک پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پرده، نیم پرده، یک پرده، یک پرده. ولی خب من پیشنهادم بازم به همون روش اوله که بگین یک پرده، نیم پرده، دو تا یک پرده، یک نیم پرده و دو تا یک پرده. اینطوری حفظ کنید بهتره. خب من الان میخوام مثلا گام دومینور رو بسازم. نوت دو رو در نظر میگیرم، اول یک پرده میرم جلو، میرسم به ره، بعد نیم پرده میرم جلو، میرسم به ره دیز، بعد دو تا یک پرده میرم جلو، اول یک پرده از ره دیز میرم جلو، میرسم به فا، یک پرده از فا دوباره میرم جلو، میرسم به سول، بعد باید یک نیم پرده برم جلو، میرسم به سول دیز، و در آخرم باید دو تا یک پرده برم جلو. اول یک پرده میرم، میرسم به سی بمول، یک پرده دیگه، میرسم به دو. پس نوتای گام دومینور میشه دو ره می بمول فا سول لا بمول سی بمول دو. خب یه مثال دیگه هم براتون میزنم. مثلا گام لا مینور رو میخوام براتون بسازم که اسمشو خیلی شنیدین. خب فرمولمون چی بود؟ اول یک پرده میرم جلو، میرسم به سی، بعد نیم پرده، میرسم به دو، بعد دو تا یک پرده میرم جلو، اول یک پرده میرم، میرسم به ره، یک پرده دیگه، میرسم به می، بعد یک نیم پرده میرم جلو، میرسم به فا، و دو تا یک پرده دیگه میرم جلو، میرسم به سول، یک پرده میرم، میرسم به سول، یک پرده دیگه، میرسم به لا. پس نوتای گام لا مینور میشه لا سی دو ره می فا سول لا. یه مثال دیگه هم میزنم که کامل تو ذهنتون جا بیفته. این دفعه میخوام گام می مینور رو براتون بسازم. خب اول یک پرده میرم جلو، میرسم به فا دیز، بعد نیم پرده، میرسم به سول،
بعد از سول دو تا یک پرده میرم جلو، میرسم به لا، یک پرده دیگه میرسم به سی، بعد یه نیم پرده میرم جلو، میرسم به دو و دو تا یک پرده در پایان میرم جلو، یک پرده میرم جلو، میرسم به ره و یک پرده دیگه میرم جلو، میرسم به می. پس نوتای گام می مینور میشه می، فا، دی، سول، لا، سی، دو، ره، می. بچه ها این گام های مینور خودشون به سه دسته تقسیم میشن: تئوریک، هارمونیک و ملودیک. پس تئوریک، هارمونیک و ملودیک. تئوریک که یعنی گام توی حالت طبیعی خودش باشه، یعنی مثلا اینجا لا مینور رو مثال بزنیم، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، لا، یعنی تو حالت طبیعی خودش باشه نوتاش، بر اساس همون فرمولی که به دست آوردیم نوتاش همون شکلی باشه. هارمونیک چی میشه؟ هارمونیک یعنی نوت هفتم گام یا درجه هفتم گام، چون درجه بندی گام هم یه چیز مشخصیه دیگه، نوت اول گام میشه درجه اول گام، نوت دوم گام درجه دوم، نوت سوم درجه سوم و به همین صورت میره بالا. و در هارمونیک درجه هفتم گام یا نوت هفتم گام نیم پرده میره بالا، یعنی لا مینور هارمونیک میشه لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، دیز، لا. و ملودیک چیه؟ ملودیک یعنی درجه ششم و هفتم گام یا نوت ششم و هفتم گام که الان اینجا فا و سول هست، در رفت هر کدومشون نیم پرده میرن بالا، در رفت یعنی منظور رو داریم میشماریم لا، سی، دو، ره، و در برگشت میان سر جاشون. یعنی الان من اینجا بخوام براتون بشمرم میشه لا، سی، دو، ره، می، فا، دی، سول، دیز، لا، و در برگشت میگیم لا، سول، فا، می، ره، دو، سی، لا، در برگشت برمیگردن سر جاشون. البته ماژور هم تئوریک و هارمونیک و اینا داره که حالا بهش نمیپردازیم چون اصلا نیاز نمیشه و یکم دیگه پیچیده میشه براتون و اینا، و امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. اگر ویدیو رو از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره، هر سوالی هم دارید تو بخش کامنت ها بپرسین که حتما پاسخ میدم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.